با آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی و تظاهرات سراسری در ایران، بسیاری از ایرانیان با تجمع و تحصن در مقابل مراکزی که به نوعی با جمهوری اسلامی در ارتباطند، تلاش میکنند صدای مردم معترض ایران باشند. در حال حاضر نیز شماری از زنان مشروطه خواه با تحصنی 20 روزه در مقابل پارلمان آلمان و دفتر صدر اعظم این کشور خواهان قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه های تروریستی از سوی مقام های این کشور و همچنین دعوت از شاهزاده رضا پهلوی هستند. درود دوستان، ما زنان مشروطه خواه هستیم که در برلین چادری برپا کردیم که از 22 آپریل تا 12 می ادامه خواهد داشت و اگر لازم باشد بیشتر میمانیم اینجا. ما در روبروی من دفتر نماینده های پارلمان را داریم، در پشت چادر دفتر صدراعظم آلمان را داریم و در آن طرفش پارلمان آلمان را داریم. ما همگام با گفته های شاهزاده رضا پهلوی با فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از مردم ایران ایستاده‌ایم و خواهان این هستیم که دولت آلمان شاهزاده را دعوت کند و حرف های ایشان را بشنود برای آینده ایران بدون جمهوری اسلامی. جاوید شاه، پاینده ایران، پاینده ملت یک پارچه ایران. ما اینجا مقابل دفتر صدر اعظم آلمان هستیم و درخواستمون از ایشون این هست که انقلاب ایران رو به رسمیت بشناسن و از حمایت جمهوری اسلامی ایران واقعا دست بکشن و قطع ارتباط داشته باشن با جمهوری اسلامی ایران و مهمتر از همه اینها این که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدن و به کمپین فشار حداکثری بپیوندن و صدای ایرانی ها رو بشنوند و مخصوصا ایرانی هایی که مقیم خارج از کشور هستند و همراه ما باشند. پاینده ایران، جاوید شاه. بی ویل و زینگل مشروطه خواه ایران یه تحصنی برگزار کردن روبروی دفتر صدر اعظم آلمان و همچنین پارلمان آلمان تا صدای حیاری مردم ایران انقلاب ایران رو به گوش اروپایی‌ها برسونن تا بیشتر شنیده آوون، تا بیشتر دیده آوون. بیش از 8 ماه که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور با برپای تجمع و راهپیمایی و همچنین تحصن و اعتصاب قضا می‌کوشند مانع ادامه ارتباط مقام‌های اروپایی با حکومت ایران شوند. قطع روابط دیپلماتیک و سن سفارتخانه ها و مراکز اسلامی و همچنین قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی مهمترین خواسته این معترضانه. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر.